مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست. اگر موافق باشی با همین برخورد دادستانی شروع بکنیم، با کسانی که همدلی کردن با گزارش بی بی سی جهانی درباره جزئیات قتل نیکا شاکرمی، این نوع برخورد چه معنایی داره؟ این واقعا اگر هر ابهامی وجود داشته باشه در رابطه با قتل نیکا و اساسا پرده پوشی دستگاه قضایی، همین برخوردی که انجام شده و این گزارش که رسما داره خبرگزاری قوه قضاییه اعلام میکنه، یک شاهد بسیار قابل توجهیه. یعنی دستگاه قضایی به جای اینکه بیاد اطلاع رسانی شفاف بکنه در رابطه با پرونده، ابهام هایی که وجود داره رو اجازه بده خبرنگاران مستقل بررسی کنن، با خانواده جان باخته نوجوان معترض به راحتی گفتگو کنن بدون فشارها و تهدیدهای امنیتی که متوجه اونها شد، اتفاقی که متاسفانه در رابطه با همه خانواده‌های دادخواه در این دو سال گذشته و بیشتر پیش از اونم رخ داده، از خانواده اعدام شدگان در دهه 60 تا بعد از اون، در هر مقطعی که شهروند معترضی یا حتی شهروند معمولی هدف برخورد امنیتی قرار گرفته کشته شده، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به گونه‌ای بوده که اول خانواده اون رو تهدید کردن که سکوت کنه و بعد هم خودشون اطلاع رسانی نادرست کنن و البته کسانی رو که پیگیر پرونده هستن به ویژه روزنامه‌نگاران هدف برخورد امنیتی قرار بدن. در این مورد هم این اتفاقی که انجام شده، این برخورد قضایی، نشون میده که تا چه اندازه انتشار این گزارش جزئیات جدید برخورنده بوده برای حاکمیت و نه فقط قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، دستگاه قضایی. چرا؟ چون یک موج جدیدی از دادخواهی و البته همدلی با جان باختگان خیزش زندگی آزادی ایجاد کرده. نگاهی هم بکنیم به واکنش روزنامه‌ها، وطن امروز، جوان، کیهان، چطور می‌بینی جنبندی چیه نسبت به اینا؟ واقعا این رسانه‌ها فهرستش هم کم نیست. همه روزنامه‌ها یا رسانه‌های حکومتی امروز اومدن با یک متن تقریبا مشابه، با یک رویکرد مشابه حمله کردن به این گزارش و انگیزه خوانی کردن. اینکه این گزارش منتشر شده به خاطر اینکه تحت شعاع قرار بده اعتراضای مثلا دانشجویان در آمریکا رو در کشورهای اروپایی علیه اسرائیل، یا تحت شعاع قرار بده مسئله نوار غزه، جنگ در غزه رو، یا بحث حجاب اجباری رو دوباره به حاشیه ببره، توجیهات و انگیزه خانه هایی بدون اینکه وارد باز دوباره جزئیات پرونده بشن، بدون اینکه توضیح بدن در رابطه با اون حادثه تلخی که برای نیکا، یک نوجوان معترض و البته دیگر جان باختگان رخ داده. من اینجا اشاره کنم اینقدر این توضیحات و واکنش ها طنز، بلکه طنز تلخه، که حتی اومدن ستار شهروند معترض رو که در آبان 98 کشته شدن، اون رو هم اومدن زیر سوال بردن. یعنی جمهوری اسلامی، دستگاه های رسانه تبلیغاتیش، نه تنها پاسخگوی افکار عمومی نیست، بلکه تاریخ نزدیک رو هم داره بازسازی میکنه، تحریف میکنه. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که یک، دادخواهی در جامعه ایران همچنان زنده هستش. نکته دومی که اساساً دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی چنان بی‌اعتبار هستن که به جز یک اقلیت محدودی که یا منفعت اونها هست یا اینکه واقعا در یک فرایندی از شستشوی مغزی همدل شدن با این ایدئولوژی دروغین حاکمیت به حال استبدادی، که اکثریت نخواهم پذیرفت. و اون چیزی که جریان داره همین برخورد خشونتبار حکومت با نوجوانان، جوانان و زنانی که در خیزش زن زندگی آزادی راهی خیابان شدن، و این موج اعتراضی همچنان در فضای جامعه ایران، این اعتراض به صورت خفته و علنی و نافرمانی مدنی ادامه داره. خیلی ممنون از شما مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو.